حکومت عربستان سعودی هر سال میلیاردها دلار برای تبلیغ اندیشه وهابیت در جهان هزینه می کند اما به دلیل افراطی و انحرافی بودن این اندیشه نه تنها موجب گسترش آن نشده بلکه دیدگاه مردم جهان را نسبت به اسلام به طور کل تخریب کرده است اما بررسی های انجام شده نشان می دهد اندیشه و مکتب اهل بیت اسمت و تارت علیه السلام روز به روز در حال گسترش یافتن در جهان است زیرا این مکتب نه تنها افراطی و انحرافی نیست بلکه با روح پاک بشر سازگار است همکارم علی اکبری گزارش می دهد حجت الاسلام قبانچی امام جمعه شهر مقدس نجف دی اظهاراتی با بیان اینکه جهان شاهد گرایش به سوی تشیع است نسبت به عامل ناامیدی در نبرد علیه دشمنان دین هشدار داد وی در نشست بانوان مبلغه که به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار شد با بیان اینکه جهان شاهد گرایش به سوی تشیع است نسبت به عامل ناامیدی در نبرد علیه دشمنان دین هشدار داد او با تاکید بر اینکه در روند تبلیغ به منبر و پروژه تربیت محور برای جذب نسل جدید در مقابله با نبرد شدیدی که با آن مواجه هستیم نیاز داریم بانوان مبلغه را به برقراری ارتباط با مردم و نسل جوان دعوت کرد حجت الاسلام قبانچی تأکید کرد امروز شاهد گرایش جهانی به سوی تشیع هستیم و این مسئله باعث شده مصر به فکر تشکیل کمیتهای برای مقابله با تشیع بیفتد وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه تیرهایی علیه دین و مرجعیت هدف قرار گرفته شده و آن را به سستی متهم می کند افسود هدف آنها این است که این سلاح که در دست شیعه است را در هم بشکنند اما مرجعیت در وقت مناسب موضع مناسبی اتخاذ می کند قبانچی ادامه داد دشمن تیر دیگری را به سوی شیعه هدف گرفته مبنی بر اینکه شیعه توانایی حکومت داری ندارد و این به این خاطر است که شیعه در جهان پرچم تغییر و اصلاح را در دست دارد